دوستان برای ساختن زیرپوسته بعد این مرحله رو که من توی قسمت ویدیو دوم میگم به نحو احسن انجام بدید. اولا بعد باید برید پوسته 2012 رو پیدا بکنید توی appearance theme و اون رو فعال بکنید. من الان فعالش کردم و کاستماایز رو میزنم، میبینید که من میره به پوسته 2012 که اون وبلاگی که قبلا با هم درست کردیم اینجا هستش و میبینید که همه چیزش الان اینجا هست و این چون خیلی ساده است من انتخابش کردم که تنظیمش بکنم. ولی اینجا رو خیلی خوب دقت بکنید، وقتی 2012 رو فعال کردید یا پیدا کردید یا هر پوسته ای رو که پیدا کردید باید برید داخل پوشه وردپرستون، یه پوشه داریم به نام WP Content، داخل WP Contentتون که رفتید برید داخل دیمز پوسته ها و اینجا تمام پوسته هاتون رو اینجا میبینید. خب من برای اینکه قاطی نشه یه مقدار پوسته اینجا اضافه کردم، تمام اینا رو دیلیت میکنم اول اینجا که بذارید یه روش کلیک بکنیم و این رو دیلیت بکنیم و اینجا یا میخوایم یه کار دیگه میتونیم انجام بدیم. اینجا فقط 2012 13 و 14 بمونه، تمام اینا رو من از همینجا دیلیتش میکنم، سوپر هیرو رو هم همینطور. و خب الان بیایم اینجا ریفرش بزنیم چون اینا دیلیت شده، فقط این سه تا پوسته میمونه و سطل آشغالم هم خالی میکنم، چون اگر سطل آشغالتون خالی نکنید پوسته هنوز داخل این فولدر هستش. خب 2014 12 و 13 رو داریم، ما میخوایم 2012 رو روش چیکار بکنیم؟ چارلدین درست کنیم. برای ساختن چارلدین باید یه پوشه اینجا درست بکنیم، نه داخل 2012 ها، داخل همین دیمز بیرونش. اسمش رو اینجوری بذاریم، خوب دقت بکنید، اسمش رو باید بذاریم Child of 2012 اینجوری. یادتون باشه که اگر 2012 رو اگر نمیدونید چجوری بنویسید باز میتونید اینجا کپی کنید، بعد از Child of بیاید چیکار بکنید این رو پیست بکنید چون خیلی مهمه. بعد از درست کردن این داخل این پوشه من باید یه فایل رو درست بکنم به اسم style.css. بعد چیکار میکنیم؟ میایم کد ادیتورمون رو باز میکنیم که اسمشو حالا Sublime Text هست. من یه مقدار این رو بزرگتر بکنم که اینجا بعد میام اینجا روی فایل کلیک میکنم، میرم سیو رو یا سیو از رو میزنم، سیو از رو بزنم بعد نویگیت کنیم به همون پوشه‌ای که ما داشتیم که داخل وردپرس، داخل WP Content و داخل Themes بود و دوباره داخل Child of 2012 و اینجا اسمش رو بذاریم style.css. خیلی مهمه که حالا هر چی دلتون میخواد بذارید بذارید. خیلی مهمه بعد از این کار این چیزی که من میخوام اینجا بنویسم رو شما هم بنویسید، باید یه کامنتی بنویسید و این کامنت خیلی مهمه و تو میگم چرا، اما باید اینجوری بنویسید. اول برای کامنت نوشتن CSS حالا شما میتونید بکسلش بذارید ستاره و بعد دوباره ستاره بکسلش بذارید، اینجوری کامنت تو نوشته میشه. یا میتونید اگر سابلایم استفاده میکنید یه هلو اینجا بنویسید و کامنت سلش رو بزنید کامنتتون اینجا نوشته بشه و چیکار بکنید اینو پاک بکنید و اینتر بزنید. داخل این خیلی مهمه، من یه اسمی میذارم theme name و اسمشو میذارم چی، حالا هر چی دلتون خواست میتونید بنویسید. theme name رو مثلا من میذارم child of 2012 اگر درست نوشته باشم. خب و چیکار میکنید بعد از این؟ میاد یه description هم درست میکنید. اینا رو همه رو وردپرس میخونه ها، نگید فکر نکنید اینا رو ننویسید مثلا درسته، بعد اینا رو همه رو بنویسید با اینکه کامنت هست. من اینجا می‌نویسم cool child theme based on مثلا 2012 یا بنویسیم 2012. بعد این مهمه، نویسنده رو باید بنویسید که من اسم خودم رو می‌نویسم. خب و این رو هم باید مهمه بنویسید، ورژنش رو دو نقطه می‌ذارید و مثلا می‌نویسید 0 0
صفر ممیز یک، یا اصلا ورژن یک ممیز صفر صفر. و آخر این خیلی مهمه، این خط آخر که تمپلیت رو دو نقطه میذارید، بعد برید دنبال اسم اون پوشهی میگردید که چی میخواید از اون بچه درست بکنید، میخواید از اون پوسته درست بکنید. اگر گفتیم چالد تیم که چیز کرده میگه بچه هم افتاده، نگاه بکنید 2012 رو اینتر میزنم و کپی میکنم و بعد میام اینجا چیکار میکنم؟ پیستش میکنم و خب این رو سیو میکنم. و الان وقتی که هنوز این رو نبستم، برم اینجا نگاه بکنم، یه ریفرش بزنم که ببینم اینجا چی شده. نگاه بکنید template is missing. خب میبینید یه جای کار ایراد داره. خب حالا ایرادش کجاست؟ شاید یه جا من غلط املایی دارم، خودم نمیدونم. بعد برم اول این پوشه رو، حالا هر این چیزی که هست، اوکی فکر کنم غلطم، فکر میکنم پیدا کردم. ببینید یکی این که هیچی، ورژن author اینکه درست child of 2012 اینجا هم که درست نوشتیم 2012، این هم که درسته. خب الان اینجا چی رو میگه؟ میگه the following theme are installed but incomplete، میگه هنوز چیز نشده، هنوز complete نشده. خب من این رو ریفرش بزنیم. خب الان نگاه بکنید این اومده بالا. خب ببینید من child of 2012، ولی نگاه بکنید میتونید اینو فعال بکنید الان و استفاده بکنید. ولی این خیلی مهمه اینجا که من اگر حالا اینو ریفرش میزنم، نگاه بکنید من میام این فاصله ها رو برمیدارم، ببینیم اشکال کار ما کجا بود. میخوام بگم به شما چقدر فرق میکنه که شما یه جوری بنویسید. میبینید که این فاصله ها اشکال نیست، اما این ورژن رو من اینجا صفر میذارم، میام اینجا یک میذارم و الان ریفرش میزنم. خب ببینید که باز هم کار میکنه، این هم درست بوده. اما ببینید دیسکریپشن اینا هیچ کدومشون ایراد نداشته باشه. اگر ایراد داشته باشه یه جای کارتون چیه؟ میلنگه. حالا من اومدم چیکار کردم تو اینجا؟ اومدم کدی که ما بالا نوشتیم رو با کدی که درسته و پایین نوشتیم مقایسه بکنم. ببینید theme name، میبینید N این کپیتاله ولی این کپیتال نیست، پس خیلی مهمه. من فهمیدم که اشکال کار من اینجا این بودش. پس این description رو باید درست بنویسید، theme name این با کپیتال باشه، این اولش با کپیتال باشه و اون موقع است که چی؟ کد شما کار میکنه. و میام اگر ریفرش بزنیم میبینید که این درست پیدا میشه و وقتی اکتیو بزنم چی میشه؟ 2012 دیمش فعال میشه. و اینجا اگر ریفرش بزنم میبینید که اینجوری دیم اینجوری نمایش داده میشه. پس این فعلا دیم ما آماده است که ما دوباره روش کار بکنیم و بعد بیام این CSSمون رو چیکار بکنیم؟ دستکاری بکنیم که روش شروع بکنیم کار کردن.